پس از آغاز گلوله باران شهر حمص از سوی نیروهای ارتش سوریه، عده‌ای از مردم این شهر موفق شدند از آن خارج شوند و خود را به مکان‌های امن‌تر برسانند. بعضی از آنها با عبور از مرز وارد لبنان شدند و در منطقه وادی خالد در شمال این کشور مورد حمایت مردم محلی قرار گرفتند. نزدیک 4000 پناهجو در دو هفته گذشته به دره وادی خالد پناه آوردند. یک پناهجوی سوری میگوید که در گارد ریاست جمهوری خدمت کرده و سپس از ارتش گریخته است، چون به او دستور دادند به مسجدی که مردم در حال نماز خواندن در آن بودند شلیک کند. در حال حاضر بیشتر ساکنان محلی وادی خالد به کمک پناهجویان سوری آمدند. با وجود این، بنا به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، هنوز بیش از 100,000 نفر در شهر حمص گرفتار گلوله باران مداوم نیروهای ارتش هستند و در روز سه‌شنبه دست کم 24 تن در این شهر کشته شدند. این پناهجوی دیگر سوری میگوید رژیم بشار اسد سقوط خواهد کرد و ما با در دست داشتن پرچم سوریه به کشور خود باز خواهیم گشت. ان شاء الله باذن الله بشار رايح رايح. بر اساس گزارش‌ها، ساکنان محله بابا امر در شهر حمص به دلیل شدت گلوله باران قادر به ترک منطقه زندگی خود نیستند.